همونطور که در جریانیت ساعتی پیش ترک منتشر شد از هیپوبولوژیست ویناک و کاگان به اسم لا معمورا که اون تو لا بلا یا تیکی رو جناب آقای ویناک انداخت که میگفت اگه شما نکنم مامور ازم میگیره تسلکل حالم خراب مثل فیس اندوم که اونم سانسور کرد و من نمیگم و دارم نقل قول میکنم سری راد پرو اومد گفت امشب گفتیم وای گندم اومد و میخواد بالاخره جواب بده سنگین و اینا حالا عصبی حشری و داده بود یه سری حرفا بود تیک از فلان به ما اینا گفتیم مستقیم اومده تو بازی ولی گندم گفتش که حوصله رو ندارم اگه داشتم میذاشتم ولی ندارم رفت باشگاه فری استال از مسین اومد که میگن دیسه به ویناک بریم با هم گوش کنیم ببینیم چیکار کردم اما قبل از هر چیزی خیلی وقت اینو نگفتم لایک و سابسکرایب این داستانا یادت نره و مخصوصا کامنت کامنت خیلی مهمه کامنتارو بپاچید اون زیر برو بریم که با هم این ریاکشن ویدیو رو داشته باشیم برو بگیر سری بگیرین این شاش دارم سری بگیر شاش همچین سریوسی وسط جنگل داشتن کباب مواب میزدن خبره رسیده نوشته الکل ملکل هم اتمالا زدن دیگه میری جوجینا میزنی سنیچ همون بغل هستی که به همراه الکل رمت بشه تازه دومات نمیشه تا صبح بشینه پولو چیپس میگه وینی رفته گل بچینه کاگانینی که تو جیبته بود درس دادی اگه منو را بدی بلاد عشق منی سویچ کرد یه ها از زبون ویناک خوند که این پول بابامه بگیر منو راه بده تو بلاد و اشاره یه جورایی که قدیم داستان داشتن خیلی دیگه بعد با این میگه با این پوله رفیق شدن اینا از اون تازه دومات خودشو میدونه که تا صبح نمیتونه بشینه سری میخواد بندازه کارو تازه دومات باشه نداری فقط پلو اسمی اومدی تورین نتونستی اسم نداری چون پلو اسمیه اشاره به فیتای زیادش و خب دوره اوجی کریرش که داشت شروع میشد همراه با بلاد هم بود اوکی تو اسمی نداری فقط پلو اسمی. نای اومدی تورین چون نتونستی رفیق تو زیر گرفتم تو جدال جوه میخوام بک بدم ولی اگه بذار شوه آه اینجا هم با سوئیچ شد اینجا هم باز ویناک شد میگه اونجا قدیم تو جوهر یه دیسی داده بودن اسم شادم نیست ولی یه والی رو بود روی کاور و اینا میگه اونجا که جویدیم سوریشی پاپولوژیست و و تو هم اگه, جا... اگه جواب اون نداده یا تو ندادیم این فلا اینا شوهره نذاشته دیگه حالا شوهره تو این بازی کیه دیگه خیلی مشخص نکرد نقشه رو بدم ولی اگه بذار شوهر میکشم رو لبا دروژ عقدی جلو خطی و خال پشت به چه نقدی از کی یاد میکشم رو لباد دروژ عقدی قرمز چیزی ها رو میگه؟ عقدی زرد عقدی برای مو شنیده بودم روژ عقدی اولین بارو میشنوام موها رو بور میکنن میگن زرد عقدی لو خطی و خال پشت به چه نقدی از کی یاد گرفتی کنی رفت تو که قبلا بستی موها تو دم عصبی خونت واسه منه برای همه چی قد... <متصفيق> حالا اینکه خط و خال و خال و اینا دارید مثلا جلو ف... سیسه لات میگیری و قیافه لات داری اینا پشت به چه نقدی پول میگیری میدی به چه نقدی یعنی این دیگه ولی رپ ها یاد گرفتیم موات میبستی دنبه اسفی چه ربطی داره مثلا هر کی موهاشو دنبه اسمی میبسته یا میبنده مثلا مرد نیست خلاف نیست گنگ نیست چجوریه مثلا یعنی چی یعنی مثلا نه؟ هیدن ارفان پایدار اینا فیوچر مثلا ماش بلنده میبنده یا مثلا راک بازا سامورایی یعنی ها من چقدر بدم میاد از این فکر چه ربطی به مو داره اصلا مو رو چی کار مو بلند کوتاه چه ربطی رپکی راب یاد گرفتی موهاتو میرسی دنبه اصفی یعنی تو ده 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 اونی که موهاش بلند دم بس میبسته نمیتونه سر کنه یا جایی رپ یاد بگیره پد شما بالاخره گندم الان در اومدی چه جوریه یعنی دم بس بیا رو بس یعنی شباهت داری به خانوما مثلا زنی عقدت میکنیم چه میدونم فلان به ما موهاتو میبسی اینا بعد بالاخره گندم خب این چیزایی که داری میگی شبیشه خب اون خود جنس داستانه یعنی خود خانومه طرف تو داری میگی تو که شب مواتو قبلا میبستی رب چی فلان به ما... اصلا چ... چ... این چیزا رو فقط تو رپ فارسی میبینیم یعنی تو بالاخای خانم در اومدی تیکه داری میندازی به یک دیگه بعد به اون داری میگی تو زنی زن منی مثلا مو تو دم هستیم راب چی اصلا اصلا, رب... اصلا رب کی بدی تو که ما دوم... اصلا تحقیر داری میکنیم مثلا یورو مشتم بس اینو من خیلی میبینم بعضی خانم فمینیستا میان میگن آه. میان میگن مثلا از صفات زنانه استفاده میکنن که مردا رو بزنن آقا من تو فمینیست نیستی پس برای چی میای صفت زنانه به یکی دیگه میدی بعد وقتی یکی دیگه میاد به یکی دیگه صفت زنانه میده میان میگین چرا مردا رو با شما دارین نشون میدین زن ضعیفه که دارین با اینو تخریب میکنین اول که چیزی نیست دوم من اگر به همچی چیزی اعتقاد داری خود نباید استفاده کنی که یعنی اگه تو بالا خواهی یه زن در اومدی که نمیتونی اونجوری بگی در اصل این مسئله اگر تو به یک زن بگی شبیه مردایی بهش بر میخوره به دختر بگی چقدر قیافت پسر است بهش بر میخوره بگی چقدر بازاد گنده است پسر است بر میخوره چرا نه برای اینکه اون بده یا حتی برعکس مثلا به یه پسر بگی تو عروسی بهش بر میخوره نه اینکه عروس بده یارو رفته اون خودشو باره کرده ازدواج کنه بهترین شب زندگیش باشه ازدواج کنه پس اون بد نیست اون عروسه رویای این بابا بوده همه چیشم هم گذشته شیش اینجا این مسئله رو ایجاد میکنه یکی داره ادعا میکنه که من مردم تو داری خلافشو میگی این میزنه تو سر داستان یا تو اون داستان زنم همینه اما زمانی که تو داری از یک زن طرفداری میکنه و به خاطر یک زن وارد بازی شدی یا خودت فمینیستی نمیتونی اینجوری استفاده کنی که و داری تحقیر میکنی به خاطر مو اصلی با ترکای مال میده هنوم و بلدی نفسی جدیدن شدی اصلی فقط بگو به اون قبل تو صورتی بود جدیدن شایه شدی بهت میگن اصلی بور شدی همینجا گرفته اینا و میگه شایه یعنی تو اصلی کون نبود تو فقط شایه بود نه اصلی اوکی معنی اون برشا میگه چی میگم که تو کلم بازی میکنه دیگه بگو به اون قبل تو صورتی بودنت معلوم وات چی شد چی شد چی شد شد فقط بگو به اون قبل تو صورتی بودنت معلوم اپل کو مسینه عزیزم قبل تو رو مرد میگه زن لازم نیست بگه اون زمانی که دارن سیغه میکنن زن یه کلمه عربی میگه که میگه به مدت محدود یعنی یه جمله عربیه که به مدت به مدت محدود من همسر تو هم که همون سیغه است و تو میگی نمیدونم چی چی قبل تو و زن اصلا لازم نیست اینو بگه و مرد میگه یعنی الان بری سرچم بکنی راجع به این خیلی اومدن حرف زدن که مثلا زن اصلا لازم نیست اینو بگه ولی مرد میگه یعنی زنه میاد میگه اینجوری مهر و اینا رو مشخص میکنن زنه میاد میگه این اون بلا فاصله یه ذره کم میگه قبل فلان قبل تو داداش یعنی الان تا اینجا زنه ویناک بود الان ویناک بگه قبل تو یعنی یکی بس خب یه لفظی رو میخواین استفاده بکنید چرا نمیرید ببینید چه جوریه بذار اصلا من الان تو زم شاید من دارم اشتباه کنم بذار یه سرچ میکنم خب سرچ کردم از که سوالهای زیادی هم بود اگه خانم متوجه نمیشه عربی بگه چیه که اصلا نباید بگه و اگر گفت هم اشکالی نداره و مرد میگه قبل تو آقای مسین عزیز خیلی بد سوتی دادی خیلی سوتی یا نکنه اینجا رفت تو اوره تو زبون ویناک من دارم سوتی میدم نرفت تو زبون ویناک رفت چون یه دو سه جا رفت سمت ویناک اینجا نرفت از سمت ویناک من نگرفتم اینو فقط بگو به اون قبل تو صورتی بودنت معلومه نه دیگه میرفت تو چیز ویناک سرچ اینجوری میکرد یه عوض میکرد حالت میکرد اینجا نداشت و قچیا <تصفح> فقط بگو به اون قبل تو صورتی بودنت معلومه اپل کو او بالا اومدم با تلم تو میرینی بیخ گوشت بگم سامله کن صورتی بودن معلومه اپل بعد پلکشو نیشون داد اینجا که پلکش بوده من یه زوم بکنم دادش این پلکو اینجوری کری بگی اینجا, اینجا که من هر کی دیدم صورتی غیرمه مال من خود منم اینجوریه مال شما هم صورتی کمرنگه <تصفح> پلک تو اپل داره میگه دیگه نمیدونم ما هاجی فعل کن اپل کو او بالا اومدم با okay. تلنت تو میبینی بیخ گوشت بگم سلام علیکم گفت سری چیه رخ میگیری یالا کونی تو با تو پخ میمیری والا تو لاتی یا نوچه یا لاتا دقیق بگو خواهی مال سروشی یا آرتا اوکی نکته که خیلی عجیب بود که چرا خیلی اشاره نمی کنن به این داستان ولی خب تو این داستان اشاره کرد چون یه مدت خب خیلی زیر یعنی وانتونز پرابال ویناکو خیلی می گرفتن اما قبل از اینکه بیاد تو بلا ترکیده بود و فکر میکنم بشمار به شمار قبل از اون بود و حتی آلبومش جوابی گرفت یعنی شروع کرده به جواب گرفتن و این داستان ها این از اون اما شنیدیم کارو یه دو تا تو سوتی توش بود که گفتیم دیگه راجبش نگیم البته کار شاید خیلی یهویی نبوده دقت نکردن چون معلومه سری تو جنگ جنگل بوده فلان اینا حالا فکر نمی کنم. رفته چون خیلی پولی هم نکشید بعد از این داستان که اومد که مثلا برن صحنه سازی کنن ما تو جنگ فکر نمی کنم. شاید اونجا بوده اینو ندیدن سر اون داستان قبل تو و موعصیرم کلا یه تفکری که من نیستم و راجب اونم صحبت کردم حالا شما هم نظراتتون رو بگید ولی یه چیزی خیلی تو ذهن من گیره که آقا چرا تو رپ فارسی هر کی میخواد دیس کنه میخواد تیکه بندازه یه شرایطی رو ببره جلو اینجوری که آقا من زئوسم راه غلط نه دفتیم. اشتباه همه گوها رو بقیه خوردن ما هم شدیم تعویض می‌کردیم چرا ببین اتفاقا آدم اشتباه میره و جالب هم هست داده شدم سوتی میده همه عالم دهر نیستن که انسان جایز الخطا است همه اشتباه میکنن به عنوان آرتیست بیای به جای همش مخفنا هم. خفنم تیم تو نیستی ما فلانیم تو نیستی اینا بعضی چیزا اینجوری آقا منم این کارو کردم ولی فلان مثلا تو مایه مسی مسی میتونی چی بگی میگه داده شما دی به یه سری آدم که گندشی خب من چسبیدم به گنده بازی حالا میگم این نظر من نیست میگم اینکه این گنده بازی اون نیست اینا رو کنه میگم میتونست اینجوری کنه من رفتم تو لیبل گنده بازی چسبیدم چیزی نبود تش اینا که هیچ میتونست اینجوری بگی یه فکتی هم داری رجیبش میگی چون رفتی تو جاهر اومدی بیرون دیگه پس تو هم تو لیبل یه کسی بودی اسم اینکه که لیبل جدید حسین بود دیگه پس میتونی با این بیا اینو اینجوری کنی ولی یه جوری تو این بازی اینجوریه که انگار نه ما talent داشتیم ما رو کسی شیر نکره اسم کسی بغل ما نبوده فلان به ما اینا تو بود. ولی در که اینجوری نیست مسین تا همین پارسال حتی کمتر از پارسال فکر میکنم تو جوهر بود و شیر میشد کاراشون از اون اولیه بگیر تا بقیه پس اینجوری خوشگلتر میشد آه. که مثلا بیای بگی که آره تو هم طوری هم... مسیری رو میری که من رفتم و یه بار رفتی شکست خوردی دوباره رفتی خب منم رفتم خبری نی تازه اون که حسین بود این که اینان این هم میشد دیش سیگه اینجوری یا مثلا تو اتفاقات دیگه ولی همش اینجوری که نداداش ما رونی گلبن اینا همه حالا یه بدنساز در به داغون نمیاد تو زنم ولی اینا همه امین حیایی <تصفح> این جوریه. بابا اینجوری نی و هنره با حالیش اینه خب همه دارن میگن من خفنم آخر کدوم که اون یکی خفن تره همه لاتن همه اشتباه نرفتن همه گان خودشون واقعی مال اون یکی آب پاشی همه خودشون گان دارن مال اون یکی تو وارزونه میدونی چی دارم بهت میگم اینا خوشگل میکنه بازی و مثل اون سکانس آخر 8 مایل همتون میدونی چه جوریه دیگه اینجوری بیای بازی و دو لبه بزنی یا مثلا مثل سام ویلسون میاد میگه من با پسون میام چون همشون سوتیان هم. میدونی این بازی اینجوری به بیچه... گیر میکنه اصلا چی بگی خوشگل ترم میشه حرف نوترم هست دیده باحالترم هست ولی همش اینجوریه که نه ببین آهنگ وقتی جنگه ما خفن آهنگ وقتی دل نمیشه ما کف کوچه نگاه میکنیم کلاقه ها برای ما <applause> حالا می نشه فانشه کلی دارم میگم این مسئله کلیه تو رپ فارسین هست داستانه میشه دیده رو عوض کرد آرتیسه دیگه دید خودش ویژن خودش رو داشته باشه مدل خودش مسائل رو بیاره ضعف های خودش رو ازش بیاد به عنوان قدرت اصلا استفاده کنه آره آقا من من اینجوری من سوتی دادم الان این حالا چی یعنی چی میگم خلاصه نقدی که خیلی به راب فارسی است و یه کوچولو داره اذیت میکنه همه دیگه لات شدن خلاصه این از ویدیو امیدوارم لذت برده بوده باشید دمتون گرم نظر خودتون رو راجع به این دیس و دیس و این بنویسید توی کامنت ها و همین تا ویدیو بعدی سی یو سون آقا من دیگه اینو نمیگم